خب سلام به همه، من سعیدم از کافه بازار. این جلسه در واقع ادامه جلسات پیشه که ما راجع به کلیت کلین آرکیتکچر و یه سری حالا مشکلاتی که داشت و یه سری خوبی بدی هایی که داشت صحبت کردیم. این سری در مورد کوروتین صحبت میکنیم. کوروتینز در واقع یه لایبریه برای کاتلین، در واقع یه جورایی فریمورکیه برای اینکه ما میتونیم ایسینک کد بزنیم و میتونه جایگزین حالا یه سری لایبری مثل آریکس جاوا و حالا چیزای دیگه باشه. کلن بحث async programming یعنی اینکه ما میخواییم که یه کدی در واقع داریم که داره حالا کارش رو انجام میده و میخواییم پارالل یا حالا به صورت کانکارنت یه سری در واقع کار رو انجام بدیم رو ترت های مختلف که بتونیم اپمون سریع در واقع جواب بده. مثالش میشه این که ما میخواییم یه فایلی رو دانلود کنیم تو اندروید مثلا، نمیخواییم تو مین ترت باشه، میخواییم که در واقع بیاد روی تردی برای خودش کارش رو انجام بده و حالا اگه این تعداد جاوا در واقع این تعداد دانلود زیاد شد، نمیخوایم که بخوایم همینا مثلا به صورت پارالل انجام بدیم. کلا برای اینکه ما بتونیم یه سری کار رو پارالل انجام بدیم یا به صورت موازی انجام بدیم، یه روشش تردینگه، همون ترد خود جاوا، که ترد خود جاوا اگه باش کار کرده باشی میبینیم که یه سری مشکلات داره. اول اینکه کار باش خیلی سخته، احتمالا هر کی تون باش کار کردین به این برخوردین که یه سری چیزاییه که خیلی غیر قابل فهم نیست یا سخت فهمش یا چیزای مدلی. در واقع مشکل اصلی که حالا ترد داره اینه که ترد کلن یه چیز سنگینیه، یعنی در واقع الوکیت کردنش یه زمان طولانی میبره، به این شکل که ما وقتی که یه ترد یو نیو میکنیم و شروع میکنیم به ران کردنش، JVM میاد این در واقع ترد رو میبرتش توی یه بلاک مموری حالا نسبتاً بزرگی اینیشیالش میکنه و یه سری سیستم کال OSI میزنه که اینو بتونه رجیستر کنه و همه اینا یه پروسه زمانبریه. و در واقع حالا اگه کانتکست سویچ هم بخوایم بهش اضافه کنیم، کانتکست سویچ بین تردا یکم هزینه برداره تو خود جاوا. بنابراین خب ترد یه چیز کلن سنگینیه، خیلی هم آسون نیست که بتونیم دیباگش کنیم، یعنی اگه ما میخوایم ارور هندلینگ براش بنویسیم یه چیز خیلی پیچیده میشه، چون در واقع یه سری ترد دارن به شکل گلوبال اجرا میشن و ما بخوایم اینا رو بدونیم که کی الان چه اتفاقی داره براش میفته، یکم اگه بخوایم براش یه ابزار مانیتورینگ بنویسیم احتمالاً خیلی سخت بشه. و اینکه تردا بی نهایت نیستن، یعنی ما نمیتونیم هزار تا ترد در واقع بسازیم و رانشون کنیم و اینا برام برای خودشون یه سری کار بکنن. اگه شما یه فوریچ بزنین توش مثلا هزار تا ترد بسازین، بهتون جی وی ام میگه که اوت اف اکسپشن اوت اف مموری میده. دلیلش هم اینه که خب تردا کلا محدود به اون تعداد کور سی پی یو که دارین. یه روش دیگه کلا حالا برای ایسینک کد زدن کالبک هاست. کسایی که حالا با نود جی اس کار کرده باشن یا جاوا اسکریپت، در واقع مدلش اینطوریه که تو نود در واقع ما یه ترد داریم، چند تا ترد نداریم و ما یه سری کار رو انجام میدیم و هر وقت که یه کار تموم شد یه کالبکی بهش میدیم که این کالبکه در واقع استیت این که این الان تموم شده یا به اکسپشن خورده رو میده. و همینطوری که الان تو این تیکه کد میبینین، وقتی که پریپیر کال میشه منتظر میمونه که این انجام شه و وقتی که انجام شد میره تو حالا چیز در واقع بلاک بعدی. و همینطوری هی ما بخوایم تو این کال بزنیم، هی تعداد زیادی کال بک میشه که خیلی خوشگل نیست این حرکت و به اصطلاح بهش میگن کریسمس تری یا حالا کال بک هل، که در واقع کلی کال بک داریم که نمیدونیم دقیقاً باشون چیکار کنیم. خود همین کالبک ها ارور هندلینگش باز سخته، یکم پیچیدگی داره چون که خیلی چیز هندی نیست در واقع. یه چیز دیگه هست بهش میگم پرامیس و فیوچر، که احتمالاً باز دوباره اونایی که جی اس کار کرده باشن، یه سری ما آبجکت پرامیس داریم. پرامیس به این معنیه که ما یه تسکی رو انجام میدیم و در واقع پرامیس میکنیم که این یه موقعی تو آینده کارش تموم بشه. در واقع کسایی که این پرامیس رو میگیرن اینطوریه که در واقع توش حالا متد ساکسس دن و چیزای مدلی رو میزنن و در واقع بهش پرامیس میکنن که این کار تو یه زمانی در آینده تموم بشه. دوباره خود پرامیس هم یکم مدل برنامه‌نویسیش فرق داره. اگه دقت کرده باشین، چون یه سری در واقع آبجکت پرامیس دارن یه گوشه‌ای از کد
اجرا میشن و یه کد، حالا یه لاجیک دیگه میاد به اینا پرامیس میکنه که مقدارشون رو بگیره، یکم این دوتا مجزا، یعنی خیلی سکوئنشال نیستن که بگیم الان این تموم میشه میره حالا خط بعدی. دوباره ارور هندلینگش اگه خوب کد زده نشه میتونه سخت باشه. حالا یه بخش دیگه که حالا خیلی هم الان داغه همین ریاکتیو اکستنشن یا حالا آریکس جاوا و این داستانا، که آریکس هم یه پارادایم جدیدیه، یه جورایی دوباره بر اساس استریم و ابزرویبله، که حالا خود آریکس جاوا کلن در نتفلیکس اومده بیرون. نتفلیکس کلن در واقع یه سناریویی که داشتن این بود که یه سری دیتا زیادی رو برای یه فیلم میخواستن از یه جای به یه جای دیگه پاس بدن، در واقع استریمش کنن به اصطلاح. و خب مالتی تریدینگشون اگه میخواستن با جاوا برن خب خیلی سخت میشد، خیلی پیچیده میشد، در واقع از پارادایما ریاکتیو استفاده کردن و حالا پیاده سازیش کردن. آریکس جاوا نقطه، حالا میشه گفت قوتش اینه که خیلی ارور هندلینگ رو راحت کرده و خیلی راحت میتونین بلاک ها کدتون رو بگین که از چه تردی به چه تردی دیگه بره، چه جوری کال شه، حالا چه جوری بیا و حالا کارهای مدلی راجبش بکنیم. و حالا یه چیزی که به تازگی حالا اومده کوروتینزه، که کوروتینز چیز جدیدی نیست. ما اونایی که حالا گو کار کرده باشن یا حتی سی شارپ یه کانسپت های شبیه کوروتین رو تو کداشون میبینن. در واقع کوروتین هم دوباره خیلی چیز عجیب غریبی نیست، صرفا اولین چیزی که حالا تو کوروتین برید داکار رو بخونیم مینویسه که لایت ویت ترد، یعنی ترد ها خیلی سباکی هن. این به این معنیه که دوباره همون بحثی که داشتیم گفتیم تردای جاوا سنگینن، این یه نسخه سبک در واقع همونن ولی یه نسخه سبک شده است، که حالا جلوتر میگیم این سبکی یعنی چی. مدل برنامه نویسیش ساسپندبله، در واقع اینطوری که ما محاسباتی که داریم انجام میدیم فرضمون اینه که این محاسبات دارن انجام میشن، یعنی ما یه تابعی داریم که مثلا داره یه فایلی رو دانلود میکنه و توی بازه زمانی این ساسپند میشه، در واقع یعنی استوب میشه و حالا شاید یه ترده دیگه یه کاری داشته باشه، یه اتفاق دیگه بخواد بیفته و بعدش دوباره رزوم میشه در واقع. و این مدل ساسپندبله که میگن مثلا کوروتین داره. و یه نکته دیگه شونه که میتونیم رو هر پلتفرمی که بخواین اجراش کنین، در واقع الان هم رو جی اس کار میکنه کوروتین، هم رو جاوا کار میکنه، هم در واقع رو نیتیو، و میتونین در واقع کد کاتلین بزنین و رو همه پلتفرما به صورت در واقع ایسینک بتونین کدتون انجام بدین. حالا کوروتین حالا چه مدلیه کلا؟ این در واقع یه تیکه خیلی ساده از کد کوروتینه که حالا خط به خط میگیم این در واقع چیه. این تیکه کد هلو ورد رو اول هلو رو چاپ میکنه و یک ثانیه بعد ورد رو چاپ میکنه و یک ثانیه بعد کلا از این مین میاد بیرون و اینو چاپ میکنه. حالا دونه دونه بگیم اینا در واقع چیه. متد لانچ که اینجا میبینین خیلی چیز عجیب غریبی نیست، در واقع لانچ یه دونه کوروتین میسازه. کوروتین رو الان فرض کنین که منظورمون ترده، انگار در واقع انگار یه ترد کال میکنه و میره تو بک‌گراند و کارش رو ادامه میده و یه جابی هم ریترن میکنه. جاب هم به اصطلاح جاب صرفا یه چیز کنسلبله، یعنی در واقع این کاری که داره انجام میشه رو ریترن میکنه و شما حالا میتونین این در واقع کوروتین یا ترد رو بعد یه باز زمانی که اگه دلتون خواست میتونین کنسل کنین. در واقع این متد لانچ صرفا فرض کنین که یه تردی رو داره رام میکنه و جابش رو ریترن میکنه، کار عجیب غریبی نمیکنه. گلوبال اسکوپ هم در واقع منظور از گلوبال اسکوپ اینه که یه اسکوپی از کوروتین که در واقع باونده به لایف تایم خود اپلیکیشن، یعنی تا زمانی که اپلیکیشن شما چه اندروید باشه چه یه تابع مین جاوا باشه، تا زمانی که این اپ زنده است این گلوبال اسکوپ هم هست. یعنی شما وقتی که لانچ میکنی یه تردیو، این در واقع این ترد زنده است تا زمانی که اپلیکیشن زنده باشه و حالا ممکنه این لانچ یه تایمی حالا کنسل شده باشه یا اینکه انقدر کارش طول بکشه که اپلیکیشنتون اگه کیل شد اونم با خودش کیل میشه. دیلی هم دیلی در واقع همون کار ترد دات اسلیپ رو انجام میده، فقط فرقش اینه که نان بلاکینگه. حالا این نان بلاکینگ یعنی چی؟ این لانچ، این حالا متد لانچ که ما کال کردیم در واقع یه کوروتینیه رو ترد اصلی خود در واقع مین، در واقع رو ترد مین. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما یه تابع مینی داریم که داره روی تردی انجام میشه و همزمان با اون یه لانچی رو انجام دادیم، اومده یه زیرشاخه از خود همون ترد مین رو داره یه کوروتینی رو انجام میده
و این دوتا هم در واقع سی پی یو میاد بین اینا هی کانتکست سویچ می‌کنه، یعنی یه خط از مثلا لانچ رو میبره جلو، یه خط از خود مین رو میبره جلو، یعنی ما میتونیم پارالل روتر مین الان یه کد ایسینک زده باشیم. حالا فرق این با ترد دات اسلیپ چیه؟ وقتی که ما ترد دات اسلیپ رو کال میکنیم کل ترد بلاک میشه، یعنی ما از در واقع اگه این ترد بلاک شه دیگه ما نمیتونیم کوروتین های مختلفی داشته باشیم و اونا بتونن موازی سری کار انجام بدن. یعنی اتفاقی که میفته اینه که ما الان یه لانچی رو داریم و یه کد مینی هم داریم، اگه اینجا ما بخوایم ترد رو اسلیپ کنیم کلا اون همه اون کوروتین هایی که روی ترد دارن رام میشن در واقع بلاک میشن. این صرفا یه مدل نان بلاکینگیه که فقط تو اون لانچه در واقع اون کد لانچ رو به مدت یه ثانیه الان داره این استاپش میکنه. و حالا اگه ما این thread dot sleep رو برداریم چه اتفاقی میفته؟ چیزی که پرینت میشه هلوه و دیگه اون ورده رو چاپ نمیکنه. دلیلش هم اینه که در واقع مین میاد به خط لانچ میرسه، لانچ یه کوروتینی رو در واقع میسازه و حالا این میره تو بک‌گراند برای خودش داره انجام میشه، میرسه به خط دیلی و همزمان با اینکه به دیلی میرسه هلو رو هم میخواد چاپ کنه و خب هلو رو چاپ میکنه و به اون خط میرسه میگه که یه ثانیه دیلی بده و در کلاک بعدی حالا میشه گفت سی پی یو میرسه به این در واقع تاب مین میرسه به ته و خب جی وی میبینه که این بلاک مین تموم شد و کلا اپو میبنده. به خاطر همین اتفاقی که میفته دیگه اون ورد چاپ نمیشه، در واقع همه اپلیکیشن تموم میشه. حالا ما اینو با thread dot sleep پندل کرده بودیم. حالا یه سناریو اینه که مثلا ما داریم یه فایل رو دانلود میکنیم و نمیخوایم این اتفاق بیفته، میخوایم در واقع لانچه تا وقتی که تموم نشده اپ ما بسته نشه. برای این کار میتونیم از در واقع فانکشن رام بلاکینگ استفاده کنیم. رام بلاکینگ میاد میگه که من این تیکه کدی که به من میدین و من یه کوروتین دیگه دوباره میسازم ازش و این کوروتین تا زمانی که کل لانچ‌های توش تموم نشده باشن من چیز نمی‌کنم، اینو در واقع از بین نمیبرمش. و دوباره اینجا ما میتونیم دوباره اون دیلی رو تو اینجا اعمالش کنیم و اون لانچ هم که برای خودش داره انجام میشه. و حالا اتفاقی که میفته اینه در واقع کد وقتی که داره رام میشه میرسه به رام بلاکینگ، یه کوروتین جدید میسازه، یعنی فرض کنیم که یه ترد جدید رو خود مین ترد انگار داره، در واقع یه رانبل جدید داره رو خود ترد انجام میده و میاد به لانچ میرسه و همزمان با لانچ میاد هلو هم چاپ میکنه، یعنی لانچ و هلو همزمان با هم پارالل در واقع رام میشن و میرسه به هلو، هلو رو چاپ میکنه و تو لانچ هم میبینه که یه ثانیه باید دیلی بده و خب در واقع تایمر رو یه ثانیه دیگر میداره برای خود اون لانچ. و تو این خط پایینی هم ما میبینیم که 2 ثانیه میگه که حالا کلن به این کوروتین در واقع چیز باید دیلی بده. و اتفاقی که میفته اینه که دوباره همون هلو وردی که ما داشتیم چاپ میشه و نکتهش اینه که این رام بلاکینگ ساب میکنه تا تمام اون بچه هایی که خودش داره انجام شن. یه کار دیگه که حالا میتونیم به جای اون اسلیپ پوینت انجام بدیم اینه که اون رفرنس جابی که این لانچ داره میده رو بگیریم. دوباره مثالش همونه، فرض کنیم که این لانچ قراره یه فایل مثلا 10 مگی رو دانلود کنه ولی این فایل یه مدت زمان طولانی رو میبره و ما نمیدونیم چقدر داره زمان میبره. میخواییم که این جابه تا وقتی که در واقع تموم نشده این بلاک ما در واقع این رام بلاکینگی که نوشتیم تموم نشه، میتونیم از تابع جوین جاب استفاده کنیم. تابع جوین جاب میگه که در واقع وایس تا زمانی که من اون لانچم تموم نشده تو ادامه نده و در واقع تیک کدی در واقع اون رام بلاکینگ تو این جوینه صبر میکنه تا اون لانچ کارش تموم بشه. حالا اگه کد رام بلاکینگ رو ببینین، رام بلاکینگ در واقع یه دونه لمدایی بهتون میفرسته که از جنس کوروتین اسکوپه و کوروتین اسکوپ تو خودش یه متد لانچی هم داره، یعنی به غیر از گلوبال اسکوپ دات لانچ یه دونه متد لانچی هم داره که اگه شما این دوتا کد رو با هم ران کنین میبینین که این قسمت چپی داره هلو رو برای شما چاپ میکنه ولی اون قسمت راستیه در واقع داره هلو ورد رو چاپ میکنه. که حالا اینجا باید ببینیم واقعا داره چه اتفاقی میفته. تا اینجا اگه سوالی دارین، چون یکم احتمالاً این مباحث یکم سنگین باشه، اگه سوالی تا الان داری میتونیم بپرسین که بعدش بریم قسمت بعدی اینجا. اوکیه. من یه سوال دارم. اون قسمت قبلی جاب داد جون رو
ما اینجا یه لانچی که انجام میدیم اینطوریه که یه کوروتینی انجام میشه. در واقع کوروتین، منظور از کوروتینه که ما یه تردی داریم روش میخوایم یه سری جاب، یه سری رانبل روش انجام بدیم به صورت پارالل که سی پی یو بیاد بین اینا کانتکست سویچ انجام بده. وقتی که ما لانچ میزنیم در واقع این داره پارالل یه کدی رو ترد مین انجام میده الان، یعنی تو این کد داره لانچر رو یه ترد مینی انجام میشه همزمان. اون ران بلاکینگ هم داره دوباره رو ترد مین، ولی اینا دو تا کوروتین جدا، یعنی دو تا رانبل انگار جداییه. در واقع اینا دارن پارالل با همدیگه انجام میشن. پارالل انجام شدنشون یعنی که هلو و دیلیه انگار دارن توی واحد زمانی با همدیگه انجام میشن. در واقع این هلو رو میبینه، اونم دیلی رو میبینه، اون در واقع اون دیلی میگه که تو اون لانچی که کال کردی و یه ثانیه دیلی بده بهش. ولی این میرسه اینجا میگه که بعد حالا اینجا میرن حالا در واقع سایکل بعدی که اینجا میخواد این ورد رو چاپ کنه، حالا هنوز اون دیلی مونده. اینجا میاد میرسه میگه اینو کلا دو ثانیه دیلی بده بهش. اینجا یعنی این که این اگه یه ثانیه طول بکشه، اگه ما اینو دو ثانیه بلاک کنیم، در واقع کل اون پارالل اگزیکیوشن ما دو ثانیه داره طول میکشه. بنابراین ما میتونیم بفهمیم که این در واقع این رام بلاکینگ تا زمانی که اون لانچه تموم نشده این داره کارش انجام میده. حالا یه مشکلی میتونه اینجا به وجود بیاد، اینکه این لانچه برات خودش در واقع یه فایل رو دانلود کنه، یه فایل مثلا بزرگی، و ما نمیدونیم این فایل چقدر طول میکشه که تموم بشه. ما میتونیم جابش رو بگیریم. جاب در واقع چیز خاصی نیست، صرفا داره یه رفرنسی از اون لانچه است که داره میگه، در واقع میگه واحد کاری که تو داری انجام میدی اینه و قابل کنسل شدن هست. یعنی شما میتونید این لانچ رو اگه دلتون خواست کنسلش کنی، اگه دلتون خواست مثلا حتی بفهمین که اکتیو داره، یعنی در واقع کار انجام میده، یا اینکه کامپلیت شده چی. در واقع یه سری فانکشنای مدلی داره. وقتی که ما جوینش میزنیم داریم به رام بلاکینگ میگیم، در واقع میگه که شما تا وقتی که کار لانچ تموم نشده صبر کن تا اون تموم بشه. در واقع مثل این میمونه که ما یک تیکه کدی رو اینور انجام دادیم، یک تیکه کدی هم مثلا داره فایل دانلود میکنه، ما به اینوریه میگیم هر وقت که این تموم شد صبر کن، هر وقت که این تموم شد حالا به کارت ادامه بده. تمام سوال لانچ چرا؟ الان تو این حالت، حالا جلوتر بهش میگیم چرا باعث لیک میشه. الان جلوت اسلایدر بعدی میگم چرا اینطوری. یه کسی خب اینجا یه چیزی کاتلین معرفی میکنه به اسم استراکچرد کانکارنسی. در واقع این یه مفهوم جدیدیه کلا تو برنامه نویسی که اینم فکر کنم نزدیک دو ماه یه ماه اینطور است که تو کاتلین معرفی شده و به غیر از گو فکر کنم اولین زبونی که کلا داره اینو به شکل خیلی بهتر پیاده سازی میکنه. حالا میگیم این در واقع یعنی چی؟ تردا گفتیم که تردا کلا گلوبالن، یعنی وقتی که شما 10 تا تردو رام میکنین باید منتظر باشین که، یعنی اگه رفرنسشو نگر نداری اینا دارن برای خودشون مثلا 10 تا ترد دارین، 10 تا فایل داره دانلود میکنه. و حالا ممکنه که مثلا فرض کنین روی مثلا اکتیویتی هستین که 10 تا ترد باز کردین توش و داره فایل مثلا دانلود میکنه و توش هم مثلا حالا به کانتکست خود اکتیویتی دسترسی دارین و وقتی که این اکتیویتی دیستروی میشه و میخواد بره اکتیویتی بعدی رو بیاره بالا، این تردا دارن کار خودشون رو میکنن و شما رفرنسی بهشون نگه نداشتین که کنسلشون کنین. اتفاقی که اینجا میفته اینه که چون اون تردا رفرنس کانتکست رو دارن میتونه باعث لیک شه در واقع. چرا؟ چون که تردا گلوبالن و خب این یکم میشه گفت کد رو یکم کثیف میکنه. اگه بخواید هی تردا رو نگه دارین، هی مثلا ساب کنین ببینین کدوم انجام شده کدوم انجام نشده و حالا از بینشون ببرین، یکم بویلر پلیت کدی داره. در واقع و گلوبال اسکوپ هم همینه. در واقع گلوبال اسکوپ در واقع تو تعریفش اینه که تا وقتی که اپتون زنده است یه سری کوروتین رو داره انجام میده رو اون تردی که حالا بهش گفتیم. و اینم اگه شما فرض کنین دوباره 10 تا لانچ انجام بدین و این 10 تا لانچ رو جابشون رو نگیرین و جاباشون رو وقتی که باید کنسل کنین کنسل نکنین، هم میتونن دوچار لیک شن. و دوباره حالا یه مثال اینطوری رو ببینید. فرض کنین که ما یه تابه داریم، میخواییم که یه بیستی از APK ها رو مثلا دانلود کنیم. چی کار میکنیم؟ برای هر پکیج دیم که بهش دادیم میایم حالا URLی که باید بهش ریکوست بزنیم و پیدا میکنیم یه جوری
و بعدش یه لانچی رو اجرا میکنیم و این مثلا میره حالا دانلودش میکنه. حالا اتفاقی که میتونه بیفته اینه که یه فایند یو آر ال کرش کنه. مثلا فرض کنین که ما به این سه تا اپلیکیشن رو دادیم دانلود کنه، اولی رو دانلود کرده تموم شده، دومی رو داره دانلود میکنه، سومی رو که اومده یو آر الش رو پیدا کنه کرش کرده. اتفاقی که میفته اینه که کلا این تابعه، کل تابعه اکسپشن ترو میکنه و این اکسپشن اگه شما حالا هر جوری هم بخواید هندلش کنین، اون لانچا چون رفرنسی بهشون ندارین میتونن دوچار لیکشن. یعنی اینا چون دارن برای خودشون، یکیشون داره برای خودشون دانلود میکنه، ولی شما فرض کنید به اکسپشن خوردین و میخواین کلا کارتون رو کنسل کنین از اپ مثلا بیاین بیرون، ولی میتونه دوچار در واقع کرش. برای حل این ما میتونیم یه کاری بکنیم. یعنی فرض کنین که ما اینطوری به این قضیه نگاه کنیم که این تابع رو یکی در واقع کل اون لانچایی که توش کال شده رو رفرنسشون رو داره و هر وقت که کرش رخ بده این میاد هندل میکنه. اگه مثلا اون لانچه داره کارش رو هنوز تموم نکرده، اون لانچایی که دارن دانلود میکنن و بگه آقا اوکی شما یه مقدار صبر کن، حالا که کرش کردی بذار این جابه کار خودش رو انجام بده، و اونایی که کرش کرده رو ایگنور میکنم، یعنی میام بیرون. یعنی میشه گفت اینطوری که اون در واقع به جای اینکه ما گلوبال اسکوپ تعریفش کنیم، بگیم که تو اون تابعی که داری در واقع ران میشی، اسکوپتو در نظر، در واقع تو اون اسکوپ بیا این کارا رو بکن. یعنی تو خودت لایف سایکل خودتو بدون چه خبره. یعنی اگه ما یه اکتیویتی داریم داره این فایل رو دانلود میکنه، تو یه تردی اون گوشه این هر وقت کرش کرد بیاد خودش رو هندل کنه و یه جورایی اون جاوایی که حالا باید کنسلشن رو کنسل کنه، اونایی که باید کامپلیشن رو کامپلیت کنه. حالا اینو ما میتونیم با استفاده از استراکچر کانکارنسی در واقع کوروتین انجام بدیم و صرفاً با سه تا کیورد اضافه کردن، سه تا کیورد به این کلا تابعمون میتونیم این کار رو انجام بدیم. حالا اینا در واقع چی هست؟ ساسپند یه کیورد یه تو کاتلین در واقع تو کوروتین که میگه که این تابعه که دارین شما کال میکنین میتونه توی یه برهه‌ای از زبان استاپ شه و هر وقت که حالا در واقع اون ترید خالی بود وقتش بیاد اینو مثلا ادامه بده. یعنی یه چیز حالا میشه گفت شاید هم عجیب باشه، به اینکه یه تابعی داره انجام میشه یه دفعه استاپ شه بعد بیاد کار ادامه کارش رو انجام بده. این در واقع خوبیه در واقع کوروتینه که کدتون یه جورایی شما کد پارالل و ایسینک میتونین بنویسین همون شکلی که کد غیر ایسینک بنویسین. و اون کوروتین اسکوپ هم داره میگه که کوروتین اسکوپ هم داره میگه که این تابع توی اسکوپی داره در واقع ران میشه که این لانچ هم در واقع باونده به اسکوپ، در واقع به اون کوروتین اسکوپه. یعنی اینکه این لانچه وقتی که داره انجام میشه، یعنی یه جورایی اون کوروتین اسکوپه اینا رفرنس این لانچ ها رو داره. در واقع اگه بریم کد کوروتین اون کوروتین اسکوپ رو ببینیم، میبینی هر جا که شما لانچ در واقع کال کنین این میره رفرنساشو یه جوری نگر میداره و فرض کنیم که اینا رو داره توی ستی نگر میداره و هر وقت یه ترایکچ هم انگار گذاشته، هر وقت این تیکه کد از این پکیج نیم دات فور ایچه کرش کرد، میتونه حالا خودشو بیاد هندل کنه، اون جاوا رو بگیره و حالا کنسلشون کنه. حالا در واقع حالا چه اتفاقی میفته؟ فرض کنیم که فایند یو آر ال الان کرش کنه. حالا تو این سیستم جدید کوروتین اسکوپ چون یه جورای خودش ارور هندلینگ داره، میفهمه که این تابع در واقع کرش کرده و میاد به این لانچه که داره در حال حاضر انجام میشه، لانچ هایی که دارن در حال حاضر انجام میشن، شروع میکنه به کنسل کردنشون. و کنسل کردنشون هم به این معنی که خب یه سری لانچ بودن که مثلا فایل رو دانلود کرده که کاری باشون نداره، خب میاد از مموری مثلا پاکشون میکنه. یه سری لانچ دیگه وجود دارن که اینا دارن کارشون رو انجام میدن، اینا رو میاد یه چیکار میکنه اینجا، میاد میگه اوکی این جابایی که در حال انجامن رو انجام بده، هر وقت تموم شد به من بگو، من کلا از این بلاک، از این اسکوپ میام بیرون. و اینجوری ما دیگه در واقع وقتی کدمون کرش کنه، اون فایلایی که دارن دانلود میشن هم کار خودشون رو انجام میدن و تموم میشن و اینجوری دیگه مموری لیک به اون اصطلاح نداریم. حالا یه مثال دیگه که اینجا در واقع اومده دوباره یه رام بلاکینگی انجام داده، یکم حالا مثالش یکم پیچیده‌تره. اومده یه لانچی رو انجام داده، بعد یه کوروتین اسکوپی حالا اومده اجرا کرده و تهش هم حالا یه چیزی رو در واقع تایپ کرده. اینجا اتفاقی که میفته چیه؟ همونطور که گفتیم در واقع کوروتینا همزمان با هم اجرا میشن. یعنی وقتی که ما لانچ میکنیم و اینجا کوروتین اسکوپ میزنیم، این دوتا دارن همزمان با هم اجرا میشن. حالا این کد چیزی که چاپ میکنه اینه که اول میاد در واقع
تسک فرام کوروتین اسکوپ اینجا رو چاپ میکنه، بعد میاد اینجا رو چاپ میکنه، آخر سال هم اینجا و در نهایت هم اینجا چاپ میکنه. حالا چرا کلن اینطوری شد الان؟ این لانچ که گفتیم، این لانچ یه دونه کوروتین جدیدی رو میاد در واقع اجرا میکنه و میره تو بک‌گراند. یعنی وقتی که ما این رام در واقع این تابع مینمون اجرا شده، وقتی که کد میرسه به لانچ شروع میکنه این لانچر رو اجرا میکنه و میره تو بک‌گراند. یعنی این لانچه میره برای خودش پارالل یه کاری انجام میده و میره حالا قسمت بعدی. قسمت بعدی میگه که شما حالا یه کوروتین اسکوپی، که این کوروتین اسکوپ یعنی این که بیا یه دونه اسکوپ جدید از کوروتین در واقع بساز و تا وقتی که این تموم نشده، یعنی تا وقتی که لانچ های توش تموم نشده تو تموم نشد و حالا میاد این داخل این اسکوپ ها رو هم حالا کال میکنه خط به خط، در واقع لانچ رو کال میکنه و لانچ هم تو خودش میگه که یه 500 میلی ثانیه دیلی بده و این خطر هم میاد رانش میکنه. حالا اتفاقی که میفته چیه؟ در واقع این خطه هیچ وقت، چون ما یه اسکوپ جدید ساختیم و این اسکوپ داره میگه که تا وقتی که کل اون اسکوپ تموم نشده تو هم تموم نشه، هیچ وقت به این خطه نمیرسه تا وقتی که این تموم بشه. حالا اتفاقی که میفته چیه؟ همونجور که گفتم این کده داره پارالل انجام میشه، یعنی لانچ انجام میشه، کوروتین اسکوپ، یعنی اینا توی واحد زمانی با هم دیگه دارن انجام میشن و لانچر داخل این بعد اینکه این انجام شد باز همزمان با این یه لانچ دیگر هم انجام میده. یعنی به زبون ساده تر این تیکه کد، این تیکه کد و این تیکه کد همزمان با هم انجام میشن و در واقع وقتی که ما میگیم به این دیلی 200 میلی ثانیه بده، به این 500، به این 100، در واقع تو یه واحد زمانی داریم به اینا میگیم و در واقع یعنی اینکه بعد 100 میلی ثانیه اینو چاپ کن، یعنی اگه الان رو بگیریم تایم صفر 100 میلی ثانیه بعد این کال میشه، 200 میلی ثانیه از اون تایم صفرمون این کال میشه و 500 میلی ثانیه بعد این کال میشه. یعنی در واقع یه چیزی حدود مثلا 800 مثلا 10 میلی ثانیه کل این طول میشه. اون خورده اش به خاطر اینه که یه اوورهدی داره این لانچ که وقتی داریم کالشون میکنیم. حالا میتونیم اینو یکم بهترش کنیم، در واقع همون از متد ساسپند استفاده کنیم. ما میتونیم اون کوروتین اسکوپر رو بکنیمش یه ساسپند فانکشن. یعنی شما میتونین برای کار مثلا فرض کنین که میخواین یه دونه ریکوستی به مثلا سرور بزنین، میتونین یه ساسپند فانکشن بنویسین به این معنی که این فانکشن من قراره یه ریکوستی بزنه و حالا یه سری کار هم خودش بکنه و میخوام منتظر بمونم که این دو ورکه انجام شه. و وقتی ما اسکوپ بندی میکنیم، یعنی این که کلن یه هایارکی داریم میسازیم از اینکه یه سری کوروتین داره همزمان با هم انجام میشن، ولی میخوایم که یه مدیریتی هم رو لایف تایمشون داشته باشیم. یعنی فرض کنین یه اکتیویتی داریم، یه فرگمنت، اون فرگمنت ما میخوایم که هر وقت مثلا مرد دیگه اون کوروتینی که توش دارن انجام میشن به اون اکتیویتی مربوط نباشه. هر وقت اکتیویتی دیستروی شد، هر چی جاب تو خودش داشت اون جابا رو هم دیگه دیستروی کنه.